همکارم مریم رحمتی از واشنگتن دی سی با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد واکنش رئیس جمهوری آمریکا. میدونم که فشارهای زیادی از سمت کنگره هم روی او هست که در واقع حمایت بیشتری بکنه از این تظاهرات در کوبا. بله فرداد، دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از جو بایدن خواستند که تحریم‌های زمان ریاست جمهوری ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، علیه کوبا رو لغو بکنه. رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان خواسته که تمام تحریم‌ها علیه کوبا لغو بشن. او گفته مهمترین تحریمی که علیه کوبا در زمان ترامپ صورت گرفته برگرداندن کوبا در لیست کشورهای حامی تروریسم بوده که این ده‌ها میلیارد دلار به کوبا ضربه زده. در همین حال اعتراضات در کوبا داره بیشتر و بیشتر میشه. در آمریکا دموکرات‌ها میخوان که جو بایدن تمام تحریم‌ها رو لغو بکنه، اما جمهوری‌خواه‌ها میگن که لغو کردن این تحریم‌ها فقط میتونه دولت کوبا رو بیشتر قوی بکنه و به دولت کمک بکنه، نه به مردم کوبا که الان مشکل اقتصادی دارن و مشکل آزادی دارن. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، که از جو بایدن به شدت هم انتقاد کرده، از او خواسته که فشار رو بر روی دولت کوبا بیشتر بکنه و تحریم ها رو بر نداره و جلوی این دولت کمونیستی رو بگیره. ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از واشنگتن پایتخت آمریکا با ما.